در حالی که تمام بوغ‌های رسمی رژیم و ارگان‌های اصلی باندهای حاکم در یک هماهنگی با دود و دم‌های ضد استکباری مشغول امیددرمانی و کوچک‌نمایی آثار تحریم‌ها هستند، هنوز یک روز از آغاز این تحریم‌ها نگذشته، آثار وحشت از پیامدهای اون و تشدید شکاف در بدنه حاکمیت در رسانه‌های هر دو باند حاکم دیده میشه. گزارش کوتاهی رو در این زمینه ببینیم. محسن جلالپور از مهره‌های همسو با باند موسوم به اصلاح طلب با اشاره به تبلیغات حکومتی در مورد بی‌اثری تحریم‌ها در مورد پیامد ترکیب ناکارآمدی حکومتی و تحریم‌ها هشدار می‌دهد که تحریم و تورم دو سیلاب ویرانگر هستند که اولی از بیرون به ما تحمیل شده اما دومی محصول سیاستمداران وطنی است. این دو سیلاب وقتی به هم برسند خانه های زیادی را ویران می کنند. احمد بخشایش کردستانی عضو سابق کمیسیون امنیت مجلس ارتجاء در مورد پیامد تحریم ها هشدار می دهد که در سایه گسل اقتصادی و اجتماعی جدی در ایران اکنون شرایط به جایی رسیده که سخنان و مواضع دولت مردان و مسئولین برای مردم خریداری ندارد. این تنها بخش نگران کننده قضیه است. البته این مسئله مختص به دولت نیست، بلکه عدم مبارزه با فساد در قوه قضاییه و عدم نظارت درست مجلس هم مزید بر علت شده است. وی تأکید می کند که بی اثر شدن حرف مقامات حکومتی و سران نظام در میان مردم یکی از تهدیدهای جدی است که انقلاب اسلامی را دچار چالش کرده است. سایت حکومتی رویداد 24 به نقل از یک کارگزار حکومتی نوشت: در هر صورت اکثر کارشناسان اقتصادی و سیاسی نقش تحریم‌ها را بر فضای اقتصادی کشور کم نمی‌دانند. این سایت با تأکید بر اینکه تحریم‌ها متأسفانه علاوه بر تبعات اقتصادی و سیاسی اثراتی بر جامعه و تحولات اجتماعی خواهد داشت، به نظام هشدار داد: نمی‌توان نسبت به اثرات تحریم‌ها بی‌تفاوت بود یا آن را نادیده گرفت و مدیران و مسئولان به خاطر اثرات تحریم ها خود را منفعل بدانند، زیرا کشور در شرایط خاصی قرار دارد و همه به آن اشراف دارند. کارشناسان حکومتی نسبت به بحران بیراه حلی در مقابل مشکلات ناشی از تحریم ها اذعان کردند. علی صوفی از مهره های همسو با دولت روحانی می گوید: در شرایطی که مردم با بحران‌های متعدد و از همه مهمتر بحران اقتصادی و معیشتی مواجه هستند، رئیس جمهور، معاون اول و یا وزرا با مردم صحبت نمی‌کنند. شرایط به شکلی جلو می‌رود که برخی از سیاست‌های دولت در زمینه اقتصادی در جامعه بحران ایجاد می‌کند. با این وجود، هیچ کدام از اعضای دولت در این باره با مردم صحبت نمی‌کنند. کارشناسان حکومتی در مورد اظهارات مقامات رژیم که تحریم‌ها را بی اثر خواندند، هشدار دادند. از جمله احمد زیدآبادی می‌گوید: مسئولان ایرانی احتمالاً به قصد کاهش اثرات روانی بازگشت تحریم‌ها بر افکار عمومی داخلی، بر بی اثر بودن یا تأثیر اندک تحریم‌های تازه بر اقتصاد ایران تأکید می‌کنند. اما راه خنثا کردن تأثیرات روانی، انکار و یا بی اهمیت شمردن اثرات واقعی آنها نیست. زیدآبادی تأکید می کند تحریم ها سر می رسند و واقعیت خود را عریان می کنند و اگر راه چاره‌ای برای آنها اندیشیده نشده باشد، اقتصاد را به ویرانی و مردم را به فلاکت می کشانند. زیدآبادی سپس هشدار می دهد بیم آن می رود که مسئولان نه از سر مقابله با تأثیرات روانی تحریم ها، بلکه به خاطر عدم آمادگی روانی خود برای پذیرش واقعیت‌های پیش رو در صدد انکار اثرگذاری تحریم‌ها برآمده باشند. به واقع چیزی در این دنیا به اندازه نادیده گرفتن و انکار واقعیت خطرناک و ویرانگر نیست.